گل این چمنم، وطنم همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشحالم بزنم، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. با درود فراوان و صمیمانه به حضور گرامی بینندگان عزیز و هموطنان بسیار ارجمند، امروز روز پنجشنبه برابر است با دهم مرداد ماه 1398 و اول ماه آگوست 2019 میلادی. من دکتر رهنوردی هستم و طبق برنامه روزهای پنج شنبه مثل امروز از ساعت 11 الی 12 و روزهای دوشنبه از ساعت 10 تا 11 برنامه خودم را به حضورتون تقدیم میکنم، به امید اینی که بتوانیم اون چه لازم است، اون چه از دستمون برمیاد، اون چی که مدیون اون هستیم و باید انجام بدیم برای نجات وطنمون انجام بدیم. و تا حالا هم این کاری کردیم. من همیشه شاهد این بودم در 40 سال گذشته که ایرانیان وطن پرست، ایرانیان خدمتگزار، ایرانیانی که با تمام وجودشون اون خاک را، اون سرزمین حاصل خیز را دوست دارند، به اون عشق می‌ورزند، اینها هر کدوم به نوبه خودشون هر چی از دستشون بر اومد انجام دادند. اگر کسانی غیر از این حرف می‌زنند یا نادان هستند یا ندیدند یا اینکه دشمن هستند یا اینکه چپی هستن و توده‌ای هستن و مارکسیست هستن و همیشه آرزوی از بین رفتن ایران داشتن، بعد اونجا دارن میبرن، البته هیچ وقت موفق نخواهند شد. ولی منظورم اینه که در این مدت ایرانی های غرور با دست خالی، با نداشتن کوچکترین امکانات، اون چیزی که از دستشون برمیمد بر علیه این رژیم جنایتکار و تبهکار انجام دادن. اون دفعه هم حضورتون عرض کردم و بزرگترینش این بود که پرده را کنار زدن و مردم دنیا نشون دادن، گفتن ببینید این است اون رژیمی که به نام جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کردن. و حاصل کار 40 سال اونها جز بدبختی و بیچارگی، جز گرسنگی، فحشا و همچنین به قول معروف دزدی های کلون و از بین بردن عدالت در اون مملکت و از بین بردن قانون در اون مملکت، قانونی که اینها به وجود آوردن قانونی است که میگویند متکی به باورهای اونهاست، قوانین بین المللی، قوانینی که به نام به اصطلاح قوانین اساسی، قانون اساسی در هر مملکتی به نسبت بکراند اون مملکت به مردم اون مملکت و حضورتون از کنم گذشته اون مملکت صادر میشه، اینها تمام اونها رو زیر پا گذاشتند. نتیجهش اینه که اصلا تمام زندانها پر از انسانهایی هست که اینها وطنشون رو دوست دارن،
آزادی را دوست دارند، به اون مملکت خدمت کردند و در راه اون مملکت دارن مبارزه میکنن. ولی من حرف آخر به شما بزنم، عقیده شخصی منه و گفتم و خواهم گفت که این رژیم دیگه در اون مملکت جایی و مکانی نداره. این رژیم کارش تمومه. به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی با هیچ نوعی نمیتوانند دیگه در اون مملکت اینها به اصطلاح حکومت به دست بگیرن و بیش از این ظلم بکنن. این برو برگرد نداره. ممکنه یک مقدار عقب بیفته، ممکنه توی این حتی کار به جنگ بکشه، هر چی که بشه. و از اون طرف یک اصل کلی هست که با ملا، نه نصیحت به ملا کارگره، نه شرف کارگره، نه انسانیت کارگره، نه مهربانی کارگره. فقط ملا یک چیزی را ازش تبعیت خواهد کرد، اون هم قدرته. باید با قدرت با این رژیم مبارزه کرد. و متاسفانه این موضوع برخورد میکنه به سیستم سیاسی که آمریکا داره. آمریکا سیستم سیاسی دموکراتیک داره، حزبیه، و مردم رهبران خودشون و اونهایی که بایستی به مملکت خدمت کنند با رأی انتخاب میکنند برای مدت 4 سال. مال رئیس جمهور 2 برابر این میتونند، در بعضی ها دام العمر میتونند، در بعضی ها 2 دفعه است، در بعضی ها فرق میکنه. ولی اینها برای رئیس جمهور 2 تا. در اینجاست که اینها به مشکل بر میخورن. اینها از طرفی مردم میگن آقا ما جنگ نمیخواییم، و از طرفی میبینن که دشمن در حال ساختن بمب اتمه. برای چی؟ برای که شماها را از بین ببره. حالا در اینجا چه باید کرد؟ اگر بابا بیاد بره طرف جنگ، اون وقتش دیگه رعی ها را از دست میده، دیگه بهش رعی نمیدن که دفعه دوم. اگر نره مملکت را از دست میده. اینها مسائلی است که وجود داره، اینها مشکلاتی است که وجود داره. ولی من اطمینان دارم در درایت و قدرت و مدیریتی که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داره به این مشکلات پیروز خواهد شد. ایشون مشغول یارگیری هستند. ایشون به هیچ عنوان نمیخواد اسمشون در تاریخ به عنوان شروع کننده جنگ برده بشه. ولی وقتی که به این حمله کردن، اون وقت میتونه وارد جنگ بشه. اینا مسائلی هست که وجود داره. از سایه تمام کارشون یارگیری ممالک مختلف دنیا، از اون طرف با یک رژیمی که به اینها رشوه میده، به اینها پول مجانی میده، مفت مجانی میده، 1000 جور کلک میزنه اینها رو، مخصوصا اروپایی ها که به قول معروف همیشه محتاج بودن و حالا احتیاج دارن به کمک، اینه که از یه جای پولی به اینها برسه اینها بتونن زندگی بکنن. اینها مسائلش وجود داره. این عرایزم برای اون بود که به شما اطمینان بدهم که این رژیم به هر حال به هر صورت موندنی نیست و نخواهد موند. مردم ایران دنبال آزادی هستند. مردم ایران، گروه های مختلف که باشون سر و کار دارم، همشون دنبال آزادی هستند.
کسی نیست که بگه من این کاری میکنم برای اینکه برم این حکومت بیارم. البته هر کسی دنبال ایدئولوژی خودشه، هیچ عیبی هم نداره، ولی این ملت ایرانی که باید تصمیم بگیره چه نوع رژیمی میخواهد برای رهبری و مملکت. حالا اولین کاری که دارن میکنن یکیش اینه که اینها ارزش ریال فوق العاده اومده پایین، فوق العاده. حالا عرض میکنم که اینها چیکار میخوان بکنن. به طور این ارزش ریال پایین اومده که یک کارگر افغانی که در اصفهان مشغول کاره کار میکنه ماهی 280 دلار حقوق میگیره، با این یه مقدارشی برای خانواده‌اش در افغانستان میفرسته و یه مقداری هم برای هزینه زندگی خودش. اخیراً در اثر پایین اومدن ارزش ریال این 280 دلار تبدیل شده به 100 دلار. بنابراین این بابا بساطش جمع کرده و مملکت داره ترک میکنه، چون نمیتونه با 100 دلار هم یه فامیل رو در افغانستان اداره کنه هم خودش رو در اینجا. به طوری که میگن در ایران بین 2.5 تا 3 میلیون افغان وجود داره که اینا اومدن اینجا کار بکنه، همینطور که در اینجا مکزیکی ها میان کار میکنن، ولی اینا پول خوبی در میارن. یک خونه ای را که طرف های همه معمولی اینا میان دو نفر به قول معروف تمیز میکنن که مدتش هم 3 یا 4 ساعت دوتایی کار میکنن در اونجا و کارشون هم خوبه، انصافا هم زحمت میکشن، 100 دلار میگیرن. 100 دلار میگیرن. خیلی فرق میکنه تا اینکه اون بابا تو اصفهان 280 دلار میگیره برای یک ماه، اونم هر روز 8 ساعت کار بکنه. این نه، این دوتا 4 ساعت، یعنی ساعتی هر کدوم اینها 4 ساعت اونجا کار میکنن دوتایشو. از اون طرف این جریان که پیش اومده مجبور شدن این افغانها دارن ایران ترک میکنن. تا حالا عده‌ای در حدود 770 هزار نفر اوردی اینها مملکت رو ترک کردن، 550 هزار نفر در حال رفتن هستن که اینها دیگه نمیتونن در اینجا به وجود بیاد، در اینجا به قول یارو دیگه ادامه زندگی بدن. از اون طرف ملاها اخیراً اومدن ریالها و پولها رو عوض کردن. آخه شما می دیدید مثلا برای اینکه برید یک مقداری 2 کیلو فرانسیس بخرید باید 2 کیلو هم اسکناس با خودتون ببرید اونجا بشمارید به اینها بدید. اینها اومدن کاری کردن که 4-0 رو از جلوی پولای ایران حذف کردن و این به تصویب رسیده و در اینجا از این مثلا میگن 10,000 تومان تبدیل شده به 10 تومان. ولی اون چیزی که در اینجا، البته همه چی طبق معمول خیلی قاراش میشه و خودشون هم نمیدونن چی میگن، میگن 4-0 حذف شده. با این حسابایی که من کردم دیدم 3-0 حذف شده. به هر حال نهاییش اینه که من براتون میخونم که در اینجا نوشته شده طرح پیشنهادی بانک مرکزی که به تصویب رسیده واحد پولی جدیدی تحت عنوان تومان، یه واحد پولی به وجود میاد به عنوان اسمش هم تومانه، تومان تعریف میشود. هر تومان معادل با 10,000 ریال فعلیه، فعلی که هنوز عوض نشده، ولی این تبدیل خواهد شد به 100 ریال. یعنی هر تومان تبدیل خواهد شد
به 100 تومان. این چیزیست که دارن روی این کار میکنن، جزئیاتشو دارن روش کار میکنن که چطوری بشه و چطوری به عمل میاد. البته خب این یک گشایشی میشه در اینه که موقع که برید شما چیز بخرید دیگه شمد اون پول هم همراهتون نباید برید. به هر حال بعدا معلوم خواهد شد که اینا چیکار میکنن. از اون طرف شما میدونید که دموکرات ها برای شرکت در انتخابات 2020 خیلی به قول معروف هم اکسایتد هستن و هم خیلی هم برنامه میریزن، خیلی هم داوطلب دارن. اومدن یه برنامه 2020 درست کردن که سه شنبه گذشته جلسه دوم اون برگزار شد. عده‌ای هستن داوطلب شدن که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت بکنن و همش دارن ادعا میکنن که آقای ترامپ رو میتونن شکست بدن. البته از اینا میدونید میان صحبت میکنن، آخرینش به این قرار بود که در حدود 10-12 نفر بودن در اونجا. این جلسه در حدود 2 ساعت و 45 دقیقه طول کشید و طویلترین مدتی که یکی از اونها که به نام الیزابت وارن، سناتور الیزابت وارن بود که در حدود 18 دقیقه و 11 ثانیه صحبت کرد. بعد از اون آقای ساندرس بود که ایشون برنی ساندرس سناتور هستن، ایشون سوسیالیست هستن و سعی میکنن این مملکت را به سوسیالیست تبدیل کنن و ایشون نفر دومی بودند که طولانی صحبت کردن و صحبتشون 17 دقیقه و 30 ثانیه طول کشید و نتیجه صحبت خانم وارن، الیزابت وارن، سناتور الیزابت وارن این شد که ایشون به اون نتیجه رسیدن که آقای ترامپ در به اصطلاح انتخابات گذشته پیروز شدن و در اینجا هم پیروزی با ایشونه. یک همچین نتیجه گرفتن و از اون طرف میدونید در این تحریم هایی که شده از طرف آمریکا به اصطلاح ایران در مورد هسته‌ای 3 تا معافیت داده در 3 مرحله از این هسته‌ای ها که دفعات پیش حضورتون عرض کردم و معافیت اینها تموم شده و باید تمدید بشه و اینطوری که میگن که 2 مرتبه دولت آمریکا موافقت کرده 9 ماه یا 6 ماه یا 9 ماه معافیت اینها رو تمدید بکنه. تا حالا بعضی ها میگن تمدید تصویب شده نشده ولی رسما مثل این که اعلام نکردن. و در این مورد آقای پامپئو، مایک پامپئو وزیر امور خارجه و همچنین مشاور امنیتی آقای جان بولتون این دوتا موافق نیستند و عده زیادی موافق نیستند که چرا بایستی معافیت این بابا که سرمنشه تمام بدبختی هاست 2 مرتبه به اینها این امتیاز داده بشه که اینا بیان چکار کنن، بیان 2 مرتبه کارهای خودشونه انجام بدن. ولی هر کسی عقیده داره، عقیده من همچین معافیتی به اینها نبایستی داده بشه. شما به رژیم ملاها کوچکترین کمکی بکنید خیانت به دنیا کردید، به مملکت کردید. کوچکترین گذشتی بکنید، کوچکترین امتیازی بدید، اینا حد اکثر سوء استفاده برای کوبیدن خودتون خواهند کرد. در این 3 موردم من ممکنه
در جلسه آینده صحبت بکنم که این معافیت ها چیه و امیدوارم تا اون موقع این تدبیرات به اینا داده نشه و اگر داده شد در این مورد صحبت خواهیم کرد. و از اون طرف اطلاع دارید که اینا اومدن یک شامورتی بازی دیگه در آوردن، 17 نفر را به عنوان جاسوس های CIA آمریکا گرفتن و اینها رو زندانی کردن به عنوان جاسوس. اولا شما میدونید تمام کارهایی که اینها میکنن در این مورد که اینها میگیرن و زندانی میکنن به نام دو تبعیتی به نام جاسوس، تمام اینها گروگانگیری است. اینها گروگان میگیرن تا از قبل اینها هم پول بگیرن هم امتیاز بگیرن. عرض کردم اون دفعه باز هم میگم که یکی از این به اصطلاح تشتک روشونه ها به نام سردار اعلان کرده بود که ما در اولین روزی که با آمریکا وارد جنگ بشیم 1000 تا آمریکایی را میگیریم زندانی میکنیم تا از اینا پول بگیریم، اگر از هر کدوم 1,000,000 دلار بگیریم 1,000,000,000 دلار میشه. اینا طرز فکرشون اینه که این طور قوانین به هیچ عنوان نه پایه اساسی داره نه اینها مدرکی دارن و از اون طرف اصلا نمیذارن که شما اینا رو گرفتید اینا رو کجا بردید کجا زندگی میکنن، وکیلشون که طبق مقررات معمول دنیایی بین المللی از اینا خبری نیست میبرن. اولا ما اون دفعه عرض کردم 2 ماه اول شما معلوم نیست اینا کجا بردن، نمیذارن به اصطلاح فامیلشون بفهمه، زنش بفهمه، مادرش بفهمه، دخترش بفهمه. نه ابدا هیچ کدوم. 2 ماه دو. 2 ماه بعد از یک زندانی سر در میاره، در اونجا هم اجازه نمیدن که این وکیل بگیره. بعد از مدتی میرن و میان یک دفعه میبینن در اومد 30 سال زندان به مناسبت جاسوسی برای آمریکا. اینه که اگر کسی باور بکنه این رژیم بمونه میتونه به راه راست هدایت بشه، میتونه به قول یارو به قوانین احترام میذاره، میتونه به انسانها احترام بذاره، این اشتباه محضه. اینها یک مش یاغی هستن و قوانینشون طوری که خودشون میگن قرآنه، قوانینش مربوط به من و شما نیست. ماها رو میکشن ولی به قوانین خودمون نه، به اون چیزی که قرآن نوشته اونم تازه میان تفسیر میکنن. ازش فرمان در میارن. اینهاست کار اینها. حالا شما 17 نفر میخواید چیکار کنید آقای آمریکایی؟ 2 مرتبه شروع کنید مسموس کردن اینه برم اونه ببینم اونه. آقای جواد ظریف رو 2 روز پیش از طرف وزیر خزانه داری آمریکا جزو لیست تحریم ها گذاشته شد، تحریم شد این آقا. Too late. شما همون روز اول باید این بابا رو، نه اینکه اول آدم بره رهبر رو بعد از اون بیاد اونجا نوکر رهبر بگیره، آشپز رهبر بگیره، اینها رو به قول معروف تحریم بکنه. این بابا دزد حرفه‌ایه. اون دفعه عرض کردم این بابا از آدمای لو و پشت جامعه ایرانی است. تمام حرفایی که میزنه دروغه، تمام گذشتهایی که میگه دروغه. اون موقعی که ادعا میکنه که در آمریکا تحصیل میکرده، منم این برا بودم، هیچ وقت همچین اسمی از این نشنیدیم که اینجا تحصیل میکرده و محصل بوده و دانشگاهی میرفته. این آقا رو اومدن تازه فهمیدن که این جز باند مافیای رهبره.
عرض کردم که آمریکایی‌ها دوزاریشون دیر میفته، خیلی دیر میفته، سر فرصت صبر کنیم ببینیم چی میشه. این آقای ظریف رو هم فکر کردن که با دو دو صحبت کردن با این که آقا اینه فلان اینا، اینا آدم میشن. نه قربون، اصلا اینها یه نسل دیگه هستن، اینها ایرانی نیستن، اینها بویی از انسانیت، از شرافت، از مروت، از آقایی نبردن. اینها یک مشتی هستند که یه ایدئولوژی مخصوصی دارن مربوط به خودشون، که این ایدئولوژی میگه که تنها دینی که در دنیا خوبه اسلامه، تنها فردی که خوبه برای زیستن در دنیا مسلمونه. کسی که طرز فکرش این باشه از این چه انتظار دارید؟ از اونا بیا اینجا دو مرتبه این به معافیت هایی که دادی تجدید کن. تجدید برای چی؟ این بابا دروغ میگه که من میخوام از اتم در راه پزشکی و تحصیلات و تکنولوژی استفاده کنم. دروغ میگه. این فقط اتم رو میخواد که آدم بکشه در راه اسلام. بابا اسلام خون میخواهد، مدتش خشکیده، از یه جا باید بجوشه. آخه این جماعت چرا نمیخوان بفهمن؟ حالا اومدن که در محرم نزدیک میشه و اینها مسلمونیشون یه خود جوشیده، اسلحه بند کردن به مترو، بعد حجابی بی حجابی در مترو، جلسات بزرگی با رهبران بزرگ در این مورد تشکیل میشه، سرکوب، ما در مقابلشون میستیم، در مقابلشون وامیستیم. در این مورد دارن سخت سختگیری میکنن. البته مدیر عاملش و تمام اون هست که تمامشون هم دروغ میگن، ادعا میکنه که نه ما این برنامه هایی که داریم بیشتر ارشادیست، ارشاد میکنه. که خانم خواهش میکنم شما اینه حتما سرتون بکشید شما نه فوش خوار مادر مثل ریک، توهین، زدن، بد گفتن، توهین کردن به زن و مرد، اینا راه اینا اینه. ولی مدیر عامل میگه نه، ما میخواییم در مورد اینها ارشاد بکنیم اینها رو. من میدونم ارشاد آخرش به این تموم میشه که اینهایی که ارشاد پذیر نیستن پرتشون کنن جلوی ترن مترو، خودشون راحت بکنند. حالا ببینید در اونجا اینها چه قیامتی خواهند کرد. شما فکر بکنید برای اینکه بی‌حجابی و بدحجابی رو جلوش بگیرن، باش مبارزه کنن، چقدر اینها هزینه کردند؟ یک مش از این گداگرسنه‌ها رو که پول بون ندارن اینا رو میارن به نام اینم بسیج و سپاهی و مباهی، میبرن اونجا یه پیرانی تنشون میکنن و یه لباسی تنشون، کفش هم بهشون میدن، موزی هم بهشون میدن، بعد میگن کار تو اینه که هرچی رو رهبر فرمودن جلو اینا رو بگیرید، اینها مسلمون نیستن، اینها دشمنن. و اینها هم که یارو پولش میخواد بگیره زن و بچهش کشته. اینها اومدن برنامه چیدن. شما آیا نمیتونستید این هزینه هایی که میکنید برای لباس اینها، برای حقوق اینها، برای بردن و آوردن و ماشین دادنشون و چماق دادن دستشون، اینها
عوض اینا فکری به حال مدارس اینها بکنید، فکری به حال بکنید که اینا کار داشته باشن، برن کار کنن، پول در بیارن، زن بچهشون اداره بکنن. نمیتونستید جلوی فحشا رو بگیرید، نمیتونید جلوی دزدی رو بگیرید، همه اونا برکنار. این همه مشکل در اون مملکت هست، از گرسنگی گرفته، از فحشا گرفته، از اعتیاد گرفته، همه اینها رو گذاشتن کنار، اومدن دنبال بدحجابی و بیحجابی، فقط برای اینه که اینها قدرتشون رو به مردم نشون بدن و مردم رو بترسونن. حالا خواهیم دید که در این ایام محرم اینها چی کار خواهند کرد و چه بلایی سر مردم. ولی یک چیزی نوشته بود، عالی بود، یکی از این روزنامه ها: هنوزم زنهای ایران یکی از شیک پوشترین هستن در دنیا. باور نمی کنید؟ عکساشونو نو. حتی اون روسری را هم که میندازه به طور اجبار رو سرش برای عکس برداشتن، ببین، نگاه کن، ببین، شیک، خوشگل، خوشریخت، خانم، باسواد، انسان، مهربان. توی ملای زشت، توی ملای بی پدر مادر که زنت هم از خودت بدتره. اون زنهایی که چادر میکنن سرشون به نان امنیت میان، رفتاری که با زنهای دیگه میکنن، اینها رو از خونه های عفاف جمع میکنن میارن اونجا به نام امنیتی میدنسن به جون مردم. سارا خانم، مثل این که وقت رسیده، ما حاضریم به ما یه آنتراک بدید. خیلی ممنون. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران تفاوت هر رنگ و زبان.
همه ما یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. خیلی ممنون ساره خانم، تشکر. در این قسمت از عرایزم اخیراً 50 نفر نویسنده از داخل کشور و از خارج کشور نامه ای نوشتن، بیانیه ای صادر کردن و از اون اعتراض کردن. اعتراض به چی کردن؟ اعتراض به توقیف 3 نویسنده به نام های رضا خندان از مهابات، کیوان باجن و یکتا شابتین. اینها اعضای کانون نویسندگان ایران هستند که مجموعاً برای هر ستاشون 18 سال زندان بریدن، یعنی هر کدوم 6 سال. اینها اعتراض کردند که اون 50 نفری که نامه نوشتن اعتراض کردند نسبت به زندانی کردن این 3 نویسنده عضو کانون نویسندگان. و شما فکر بکنید این آقای ظریف دزد حرفه‌ای و این آقای حسن فریدون دروغگوی معروف، اینها در صحبتاشون چه صحبتی میکنن از آزادی بیان، از آزادی کلام؟ مثلا اینها اومدن این 3 نفر نسبت به رهبر به اصطلاح توهین کردن، در حالی که اینها هیچ وقت این کارو نمیکنن. اصلا نویسنده های ایران اینها دنبال بهانه میگردن، میان از اولم نبوده در این مملکت، از روز اولم نبوده. خمینی به دروغ این حرفا رو میزد که بیاد سوار اسب مراد بشه، شد. مردم را گول زد، خودش گفت من تقیه کردم، خودش گفت من خدعه کردم، خدعه. مرد شورون ریختتونه ببرن، حتی با اون کلماتی که میگید خدعه کرده، یعنی خدعه کردن یعنی حق بازی کردن. یک رهبری که بلند شه بگه اونها از روز اول مرامشون این بود که بتونن حکومت به دست بگیرن، از اون روزی که حکومت به دست گرفتن چون اینها ایمان ندارن به آزادی، اینها ایمان ندارن به بزرگی زن، اینها ایمان ندارن به انسانها. اون هم تازه اگر هم مسلمون شدی باید تابعیت اونها رو داشته باشی، روزی 50 دفعه بری پایین بیای بالا پول بدی به اینها، اگه این کارا رو نکنی که تو رو هم کرکت میکنن. اینها این نامه رو نوشتند در حالی که همه ما میدونیم از اول آزادی بیان و سخن گفتن و نوشتن و هیچ وقت در این رژیم نبوده و نخواهد بود. اصلا اینها در این راه نیستن. همون در محلات هم که ما کوچک بودیم بزرگ شدیم تحت به قول تربیت مادرامون که مسلمون بود، مسلمون شدیم و اینها، در اون موقع هم موضوع قدرت بود. یعنی به بچه میگفتن به من که آقا برو این بابایی که میاد عمامه داره دستشه ببوس، برای اینکه اینا مردان خدا هستن و اگر ما این کارا رو نمیکردیم در مساجد این ور اون ور ماها رو به صلاح قبول نمیکردن و ما دشمن میشدن
و هزار بلا سر انسان می آوردن. اینها هم نفکر کنید که مثلا اگر همین ها مسلمان شدن فقط اینا میخوان اینها اعتقاد به مسلمانی داشته باشن، به اینا سواری بدن، به اینا پول بدن، در بیارن به اینها بدن، خمس، زکات، اینا بشینن بخورن، گردن کلوف بکنن، چهار تا دائمی داشته باشند، چندین نفرم صیغه. آبرو برای این مملکت، برای این ملت نذاشتند. پاشخانه های رسمی به تمام دنیا نامه می نویسند، مخصوصا به عراق این ور اون ور، که بیایید چیزهای خوبی برای شما تهیه دیدیم، بهتون خوش میگذره، بیایید. ننگ بر شما، ننگ بر اون مرامتون، ننگ بر اون عقیدتون. شما خدای زشتی ها هستید. از اون ور این مشکلی که اینها در تنگ ترمز راه انداختن، اینها ادعا میکنن اولا تنگ ترمز یه تنگی است که بین المللی است، متعلق به کسی نیست، ولی اون کشورهایی که از این استفاده میکنن به عنوان یک تنگه، به عنوان یک راه که بتونن متاع خودشون رو به دنیا عرضه بکنن، و بالعکس اینها منافعی در اونجا دارن که همیشه علاقمندن که این تنگه به قول معروف در صلح و صفا، در آرامش وجود داشته باشه، قلدری نکنن، باج نگیرن، دوز دریایی در نیارن، از این کارا. و اینم بسته به مکان و زمان، زمانی پیدا شد و شاهی پیدا شد به نام محمد رضا شاه پهلوی، مدت 37 سال امنیت این تنگه رو و خاورمیانه رو عهده‌دار شد، با کمال مردانگی و شجاعت و قدرت 37 سال در اونجا آب از آب تکون نخورد. کجای کاری آقا ملا؟ من شاهد بودم که شماها چطوری دستش می بوسیدید. در کتابم اینا رو نوشتم، کتاب اولم به نام بر سکوی آرزوها. اینها آدمای پست و رذلی هستند و برای اینکه پولی در بیارن همه کار میکنند. حالا در تنگه هرمز هم اومدن اینجا ادعا میکنن تنگه هرمز ما مدیریت چه داریم. به هیچ عنوان این موضوع صحت نداره و نخواهد داشت. این یک تنگه بین المللی است، به وسیله بین الملل افراد نماینده های کشورها باید اداره بشه و خواهد شد. اصلاح دارن اونجا یک هیئتی درست میکنن به نام هیئت اروپایی، که اینها به اصطلاح اون امنیت کشتیرانی در آبهای خلیج فارس و گذشتن از تنگه هرمز را به عهده بگیره. ولی اینها اومدن چیکار کردن؟ درست مثل دزدان دریایی، اون دفعه هم عرض کردم، با هلیکوپتر رفتن چپ 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 اون بالا، از اون بالا نیرو پیاده کردند به یک کشتی، کشتی که کشتی تجارتی، نه اهل جنگ، نه طرف داره، نه تفنگ داره، نه فلان داره، اونجا رو گرفتن، برداشتن، بردن. و بعدن که گندش در اومد ادعا میکنن که این کشتی تصادف کرده بود با یک کشتی ماهیگیری ایرانی. دروغ محض. هر چی میگن اینا دروغ میگن. اصلا کشتی ماهیگیری در اون سطح از
دریا چی کار میکنه، در اونجا چی کار میکنه. هر کدوم از این کشتی هایی که دارن ماهیگیری میکنن در اون منطقه محیط خودشون یا اطرافشون دیگه این همه راه نمیان این طرف. دروغ بوده. اینها زندگیشون با دروغ بستگی داره. اینها را نبایست به هیچ عنوانی و عقیده من به هیچ عنوانی به این رژیم نبایستی امتیاز داد، نمعافیت داد و با این رژیم باید از قدرت صحبت کرد. میخوای رد بشی از تنگ هرمز؟ خیلی ساده است، سوار ناوش شو از اونجا بگذر، همون شد رفت. اون وقت کسی جلو در اومد اون وقت معلوم میشه که نامرد و مرد کیست. اینها ترسوان، اینها بزدلن، اینها زن صفتن، اینها ضعیف کشن. باور بفرمایید کوچکترین ترق و ترقی بشه از این بیت رهبری شما یه نفرش رو نخواهید دید. تمام اینا بهترین خونه ها، بهترین ویله ها رو در سراسر دنیا خریدن و اوردی زن بچه هاشون اونجا هستن. اینها آماده حرکت هستن به اونجا. شما چه فکر میکنید؟ یارو میاد جنگ کنه، جنگ کنه برای چی؟ این پول میخواد بابا. در هر صورت وقت من تمومه. از اینکه به عرایض من توجه فرمودید سپاسگزارم. بازم تایید میکنم که این رژیم به هیچ عنوان نه صلاحیت چه داره نه مشروعیت چه داره، نمیتونه دیگه در این مملکت باشه. این رژیم رفتنیه، این رژیم باید بره. به جای اون باید یک رژیم مردمی از مردم باید بیاد. ملت ایران در کمال آزادی اون رژیمی رو که میخوان با کمال آزادی انتخاب بکنن و مثل سایر ممالک دنیا در آزادی، در رفاه، در عدالت زندگی بکنند و جلوی این همه جنگ و جدال و این همه پول خرج کردن برای تصریحات اینا باید از بین بره. به هر حالت، به هر حال ما امیدوار هستیم و هیچ وقت هم ناامید نخواهیم شد. این رژیم باید از بین بره و به جاش یک رژیم مردمی به وسیله مردم ایران انتخاب بشه و مملکت رو اداره بکنه. از همه شما تشکر میکنم. برای همه شما آرزو میکنم در کنار فامیلتون، زن و بچهتون، اونهایی که دوستشون دارید زندگی خوبی داشته باشید و آرزو بکنید که انسانها بیان و حکومت بکنند، نه یک مشتی بزهکار و جنایتکار. خیلی متشکرم. پاینده باد ایران، برقرار باد ملت بزرگ ایران. I'm a shadow of a shadow.